سلام شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید بخش فارسی رادیو تماشا من ماه منیر رحیمی هستم امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید شش صبح سهشنبه پنجم خرداد ماه سال 1394 خورشیدی در ایران است برابر با 9 و نیم دوشنبه شب 25 می 2015 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا طی این برنامه بامدادی با رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان گزارش داریم از عراق همطور همراه خانم دکتر آذر اعتصامی پور کینگ میپردازیم به آخرین بخش از گفتگوی هفتگی ما حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستیم روانشناسی مغز و اعصاب چه سهمی در شناخت ما از خود در درک دیگران و محیط و در کنترل کنش و واکنش ها دارد از البته سی و چهارمین بخش از این رشته گفتگو را از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن تقدیمتان میکنیم که احتمال می رود بخش آخر گفتگوی ما باشد با دکتر آذر اتسامی پور که در کالج مانتگامری بالتیمور کانتی درس میدن و روانشناسی مغز و اصاب و روانشناسی تجربی خانم دکتر خیلی خوش اومدین من چون بخش احتمال میدم بخش آخر باشه یه ذرم هول شدم ها سلام شب شما بخیر روز بینندگان عزیز بخیر خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم من خودم هم یه مقداری خب بالاخره یه کمی هیجان زده هستیم ولی خب در هر صد خیلی خوشحال هستم که در خدمت بینندگان عزیزمون هستم و در خدمت شما این برنامه هرچه نداشت دوستی هایی رو برای ما ایجاد کرد و من از این بابت بسیار بسیار خرسندم و اقبال و شانس خودم رو قدر دونم. خانم دکتر آذر ما طی چند هفته البته قبلش در پرانتز با شنوندگان و بینندگان بگم که لطفاً ما رو همراهی کنید. آخر این برنامه چاخ سلامتی هم برای بدرود با خانم دکتر آذر داریم طی این روزهای آخری که من میزبان برنامه صدای آمریکا در رادیو تصویری البته هستم طبق آخرین خبرها تا هم اکنون چون سه روز در امریکا تعطیل بوده تازه ترین خبرها هم دستمون نرسیده تا فردا طبق به حال اطلاعات اکنون ما امروز آخرین روز میزبانی من در این استودیو و در این رادیو هستش لذا با ما بمانید لطفا برای چاخ سلامتی آخر برنامه خانم دکتر برگردیم به موضوع برنامه قبل از اینکه شما رو بعد شمارو... از صحبت هایی ما یاد چی باید بگین دیگه از قضا میخوام بگم که بیشترین استفاده رو از این آخرین لحظات بکنیم دیگه راجع به هویت برامون گفتین و راجع به عزت نفس که خیلی خیلی پدیده مهم و برای من عزیزه <applause> خیلی خیلی این موضوع برای من مهمه یک جور گویی که میراث پدری میمونه این عنوان و اینها خیلی برام مهمه باستاب این موضوع در دوران نوجوانی یعنی باستاب آثار اون قضیه در دوران نوجوانی بر دوران بزرگسالی چگونه هستش برام بفرمایید همونجور که صحبت این در دو جلسه قبل صحبت از هویت کردیم که خب هویت افراد از دوران کودکی به کمک پدر و مادر، به کمک خانواده، به کمک فرهنگشون، به, خم... به کمک اجتماعی که درش هستن بهشون به تدریج بهشون کمک میشه تا ببینن که وقتی به دوران نوجوانی میرسن کیان چی هستن، کجا هستن، چه جنسیتی دارن، چه وابستگی سیاسی دارن، چه دوستایی رو میخوان داشته باشن و تمام این صحبت ها که شد و پیدا میکنن که دوران نوجوانی که کی هستن و شروع میکنن به پیدا کردنش اینها همش بهشون کمک میکنه تا به عزت نفسشون عزت نفس حالا نمیدونم به ترجمه درست فارسیش هست یا نه ولی انگلیسی ما بهش میگیم سلف استیم یا اگه که بخوام یه جمله بخوام ترجمهش بکنم ارزشیابی یا ارزیابی هستش که ما خودمون ده. داریم. و هویت یکی از ارکانهای مهم این سلف یا ارزابی که عزت نفس هستش که ما داریم و مسئله ای که خیلی جالب هستش این هست که عزت نفس معمولا به انسان ها وقتی که ما هویتمون رو پیدا بکنیم و بتونیم ارزشیابی که در کل از خودمون میکنیم ارزشیابی مثبتی باشه تو زندگی وقتی که بالا پایین ها رو میبینن و باهاش برخورد میکنم به موقعیت های جدید بساب برخورد میکنن میتونن که با راحتی با آرامش ببینن که خب ما این بالا رو داشتیم پایین رفتن ها رو داشتیم مشکلات رو داشتیم پس خب حالا چه کار بکنم که بتونم این مشکلات رو باهاش رو به رو بشم یا مسائل و یا پدیده هایی که آدم چیز. باش مواجه میشه هم... الزامن مشکل نباشه شاید ها بر هر حال یک... هر مسئله ای که جدید مسئله هستش هم... هر هر موضوع... م... موضوع هر تصمیم گیری جدید حالا میتونه مشکل باشه میتونه یه مسئله شاد بخش شاد کننده باشه و خوشحال کننده باشه ولی وقتی که آدم بخواد با, شرایط جدید رو به رو بشه بالاخره یه سری بالا پایینی های خوبی های بدی هایی رو داره دست. فرد میتونه که با ببینه که خب من این مشکلات رو دارم این خوبی ها رو داشتم حالا چه کار بکنم چه, م... چه مسئله برای من راحت مثل که الان شما حالا خیلی نمیخوام الان شما میخواد مثلا برنامه رادیو تماشا میخواد دیگه برنامهش رو تموم بکنه شما خب میدونین زندگی بالا داره پایین داره تصمیم گیری هایی امه. که شما الان میخواین بگیرید برای آیندهتون خیلی مهم هست و خیلی عزت نفس و سلف استیمی که دارید و همینطور اون هویتی که دارین بهتون کمک میکنه امه. افرادی که نداشته باشن این مسائل رو در اون صورت افرادی خواهند بود که افسرده میشن سری ناراحت میشن نه اینکه کسی که هویت و عزت نفت و به صاف, صاف استیم بالایی داره ناراحت نشه ناراحت بشه ولی ناراحت... ناراحت بله. چگونه مواجه شدن با اون موضوع چه جور باهاش برخورد بکنه و چطور بتونه که بگه خب حالا این مسئله پیش اومده من ناراحت شدم حالا بهش عادت کردم و با ارتباط با مردم داشتم حالا بعد چی بعد راه بعدی چی هست چه راه مثبتی رو میتونم انجام بدم برای همین این مسئله دکتر با سخاوت امروز از من مثال بردن، نمونه آوردن من فعلا آزمایشگاهی این موضوع درسیشون هستم مرشوید. حالا که خوبم هست دیگه چون شما دارید خوب برخورد می‌کنی هیچ ناراحتی توی صورتتون بینیم و صحبت‌هایی هم که شده برنامه‌هایی حتی که بعد حالا بعد ازتون من به عنوان جای شما خواهم بود و از شما سو سوال خواهم کرد که من برنامه‌ام چیه چه کار می‌خوای بکنی پس من بقیه موضوع برنامه رو فقط به جوابام فکر کنم خواهش می‌کنم نه شما خوب راحت هستین چون هویت میدونین کی هستید و به حساب خوبی هم دارید برای هم ننگران نگران نباشه شما خوب هستید فقط مسئله که هستش عزت نفس یا همین سافاستیم در دوران نوجوانی معمولا تحقیقات نشون داده یه مقدار پایین میره البته تحقیقات نشون داده در دخترها بیشتر پایین تر میره تا در بچه ها در این، پسرها این قسمت از صحبتتون همون اعتماد به نفس هست که میفرمایید در اعتماد اعتماد در این دوره اعتماد به نفس یکی از قسمت هاش هست ولی ارزیابی که فرد از خودش می‌کنه که آیا خوشحال هست آیا راضی هست آیا راضی نیستش و تحقیقات نشون داده که به چون که دخترها دو حالت براشون دو چند تا فاکتور فاکتور هست و عامل هست ولی دو تا عامل هست که خیلی مهمتر هستش یکی جنسیتشون هست که در اکثر جوامعی که ما داریم خانم ها پایین تر هستن به حساب ما همیشه من وقتی درس میدم یا یعنی خانم‌ها به عنوان سکن کلاس هستن یا کلا... کلاس پایین تر هستن در اکثر جوامع اول البته داریم پیشرفت میکنیم داریم خودمون رو به تساوی میرسونیم ولی خب در خیلی از کشورها اینجور نیستش از دو سه قرن هستش که از حالا فرانسه اگه بخوایم بگیم سیمون دو بووار و بقیه و اینها که جنس دوم خوندن زن رو در اعتراض به این موضوع و در بسیاری از جوامع بله زن جنس دوم شمرده می شود یا با او چنین رفتاری می شود اما معنیش این نیستش که مورد قبول همه آدم های منصف هست نه نه مطمئنا برای همینه که داریم میگیم که این اشتباه هستش و خب متاسفانه هنوز بعضی از افرادی که فکر سنتی دارن در بعضی از جوامع سنتی بعضی از افراد هستن که هنوز اون دیدگاه ها رو با خودشون دارن میکشونن و با اینکه داره طرف مقابل پیشروی میکنه نشون میده که زن و مرد دوتایشون مساوی هستن و دوتا انسان هستن درست تفاوت هستش ولی هر دو توانایی هاش رو دارن ولی خب با هنوز یه سری از اون افراد هستن که دارن مقابله میکنن با این مسئله و نمیگذارن که جنس دو ف... زن و مرد با هم مساوی در جامعه باشن به همین و... دلیل هم هستش که مبارزات جریان فمینیستی همچنان ادامه داره متوقف نشده به همین دلیل در تایید صحبت شما که همچنان خیلی جاها یافت میشه این نابرابری های جنسیتی و تبعیض های جنسیتی چون هنوز هست پس مبارزه جریان فمینیستی که اصولا خواستار برابری هستش ادامه داره بله مطمئنا و من خودم از نظر یه،, یه خانوم از نظر یه روانشناس و یه مادر خب مطمئنا آرزوم این هستش مم. که به یه زمانی ما برسیم که دیگه این نابرابری های جنسیتی وجود نداشته باشه ولی خب متاسفانه در بسیار از کشورها در بسیار از جوامع وجود داره در بین بسیار از افراد وجود داره و این نابرابری جنسیتی باعث میشه که روی دخترای ما سیر بگذاره به خصوص این که هستش که شما اگه فکر بکنی دخترها به خاطر با فرمون هاشون که بالا پایین میره تغییراتی که درشون ایجاد میشه وقتی که به دوران نوجوانیشون میرسن یه مقدار صحبتش رو قبلا کردیم چون اونها خودشون رو نمیتونن که نه به عنوان یک کودکی که در نظر بگیرن نه به عنوان یک خانم چون هنوز به اون به حساب شرایط جسمی و که داشته نرسیدن, نرسیدن. و هنوز هم یک بچه دیگه نمیتونن باشن این باعث میشه که یه مقدار ارزیابی که میکنن نسبت به خودشون کاهش پیدا بکنه نسبت به پسرها چون همونجور که صحبت شنف کنم کرده بودیم پسرا یه مقدار صداشون تغییر بکنه یه دوتا مو توی صورتاشون ایجاد بشه دیگه ایشون اینا آقا شدن پسر شدن و برای اونها یه عزت یک احترام خاصی جامعه داره و برای همین بهشون کمک میکنه که در این سافستیمشون در این ارزیابی که میشه یکم خودشون رو بالاتر بگیرن و همینطور یه سری مسائل اجتماعی هستش که انتظارات اجتماعی که نسبت به خانم ها دخترها بیشتر هستش تا نسبت به آقایون حالا در کل این صحبت ها رو به این به این خاطر صحبت کردم میخوام بکشونم به این مسئله که تحقیقات که روانشناسا انجام دادن به این نتیجه رسیدن که افرادی که توی دوران نوجوانیشون 11 13 15 سالگی افرادی باشن که نفس یا سافستیمشون ارزیابی که از خودشون میکنن اگر کاهش پیدا بکنه اگر کم بشه و خیلی از خودشون راضی نباشن هویتشون رو نتونن پیدا بکنن وقتی که تحقیق کردن اتفاقا یه محقق نیوزلندی هستش که تحقیق کرده اینها رو دنبال کرده از سن 11 سالگی تا 26 27 سالگی و دیدن که همون افرادی که عزت نفسشون در دوران نوجوانی کم بوده و ارزیابی که از خودشون میکردن مم. کم بوده با مشکلات افسرده میشدن و واقعا نمیدونستن که مسائل جدید و به خصوص مسائل حساب متفاوتی که در زندگیشون ایجاد میشه رو نمیدونستن چه جور باهاشون برخورد بکنن همچین افرادی در سن 26 سالگی که با به عنوان یک فرد بالغ و ازشون حساب به شمارشون میاریم این افراد ارزیابی که کردن از خودشون باز هم در قسمت پایین جدول بوده نسبت به بقیه افراد و این افراد در ارتباطاتشون مشکل داشتن هویتشون مشکل داشتن و کل این مطلب این هست که وقتی میخوام جمع بندی بکنم این هستش که واقعا هویت یک مسئله بسیار مهم هستش و همینطور عزت نفس یا سافستیمی که ما داریم خنواده یک مسئله بسیار مهمی هست که میتونه در دوران نوجوانی و حتی کودکی اغلب بچه ها حالا استثنا هستن ولی اغلب بچه ها با خانواده هستن اونها خواهیم دکتر چه کمکی میتونن بکنن چه جوری میتونن دستگیری کنن از بچه ها که در آینده چنین مشکلاتی رو نداشته باشن واقعا به خودشون اطمینان داشته باشن با عزت نفس بالا با مسائلی تحولات زندگیشون مواجه بشن پدر و مادر نقشی که میتونن داشته باشن این هست که با بچه هاشون نزدیک باشن مم. به عنوان پدر و مادر باشن ولی دوستم باشن در بعضی از موارد هست که بچه ها باید شما به عنوان یک دوست باهاشون رفتار بکنید یعنی نه اینکه درسته که تصمیم رو شما میگیرید ولی باید خودتون رو هم گاهی جای اونها بگذارید باید به اونها یاد بدید که هیچ فردی کامل نیست هر چیزی که داریم باید راضی باشیم ولی به سعی کنیم بهترین رو برای خودمون انجام بدیم که اینجا میگن دوی your best, بهترین مم. کاری که میتونید انجام بده انجام بده همیشه نباید از بچه ناراضی باشیم براشون من همیشه دوست دارم چه به دانشجوام چه به دانش... بچه های خودم همیشه استانداردهایی که دارم همیشه بالا هست مم. بهترین باشید درس به خوب باشه همیشه نمرایی خوب بیارید ولی وقتی هم که وقتی میبینم تواناییشو دارن ولی بعض وقتا هست که مثلا اگه که دختر من نقاشیش خوب نیست من نمیتونم فشار روش بیارم مم. که تو باید حتما به این نقاشی رو بکنی. اینجا یه نکته هست همیشه برای من این سوال پیش میاد من از کجا مطمئن باشم که ای مثلا فرض بکنید که دختر شما این توانایی رو نداره یا حد اکثر سعیش رو نکرده و موفق نشده شما بچه های خ... ما وقتی که با هم نزدیک باشید شما متوجه میشید آها. که درست. یک فرد آیا سعی خودش رو کرده ام. ام. یا اینکه فقط میخواد هول هل تموم کنه و بره سه. بالاخره وقتی که شما بچه از زمانی که به دنیا میاد تو زمانی که میخواد شکل بگیره زمان زیادی طول میکشه ام. وقتی با سختی ها با بالا پایین رفتن ها با بچه تون باشین با بچه فرزندانتون باشید و باهاشون نزدیک باشید وقتی که بدونید که دختر یا پسر تون میاد و, مشکلاتش رو با شما در میون میگذاره سوالاتش رو از شما میکنه به جای اینکه بره با دوست دوستش از دوستش بپرسه از اینترنت چک بکنه <applause> یعنی که شما رابطه نزدیکی دارید وقتی که شما میان و با دختر یا پسرتون بهش میگید که اینها خوبی ها هست اینها مشکلات اینها مسائل هست و اونها رو ازشون کمک میخوان و یا بهشون اجازه میدید که در تصمیم گیری ها شریک باشن اینها مسایلی هست که آروم آروم رو کنار هم مثل آجرهایی هستش که روی ام. هم گذاشته ام. میشه و پایه های این رابطه درست رو به حساب میگذاره و باعث میشه که شما متوجه بشید چون بالاخره آدم همه چی متوجه میشه که آیا بچه وقتی که میگه که من این رو دوست دارم یا این رو دوست ندارم حالا یه مسئله که مثلا جالبه من پسرای من یه بازی اینجا هستش لوکراس نمیدونم ایران فارسیش چی میشه یه بعد دست داره توپ با هم پرتاب میکنن پسرای من چند سال پیش شروع کردن بازی کردن مربی مربی که داشتن خیلی خوب نبود باهاشون نمیذاشت توی مسابقه باشن یه مقدار خیلی راضی نبودم. بعد از یکی دو ماه دیگه تحت... گفتن نه ما دیگه دوست نداریم چند وقت پیش بود من چون فکر کردم که اینا خب باید ورزش بکنن فکر کردم که شاید میتونن امتح... شانس دوم رو بدیم به این بازی امتحان بکنم نه دوست دارن یا نه باهاشون نشستم صحبت کردم گفتم ببینید این ورزش تو مدرسه تونه باید انجام بدید چه و با هم بحث و گفتگو کرد پسران ام. گفتن که ماما میدونم تو با ما حرف میزنی بعدم میگی که آره باید حتما بری این کارو باید انجام ازید. بدی گفتم خب شما صحبت منو گوش بدید اگر اشتباه بود در اون صورت انجامش نمیدیم و بالاخره بعد از صحبت به این چهرسیم که اونا یک هفته تا دو هفته برن تمرینا رو بکنن اگه دوست نداشتن و اگه تواناییش رو نداشتن و واقعا خوب نبودن ادامه نمیدیم و این مسئله که بودش که با هم با... ولی خب طول کشید چند یکی دو هفته مم. زمان من گذاشتم اونا زمان گذاشتم من از دست اونا ناراحت شدم اونا از دست من ناراحت شد ولی دست آخر حالا تو مسئله رو خلاصش بکنیم الان یک فصل بازی کردن تو مدرسهشون امروز گفتن آره ما این چیزهایی که داریم خوب نیست میخوایم بهتر باشه گفتم چی شد پس شما که دوست نداشتین به این نتیجه که نبازی جالبی هست و میخوان فصل آیندهم بازی بکنن یکی از دوستان می گفت همین صحبت به چگونگی ارتباط با فرزندان بوده شد بهترین روش ها و رفتار هایی که یک پدر مادر حالا اینجا صحبت مادرها هستش میتونه داشته باشه نکته جالبی میگفت میخوام نظر شما هم راجبش بدونم میگفت دوستی الان شما هم اشاره کردین که دوست باشیم با بچه ها یکی از روش های دونستن و شناختن بچه ها هست دوستی به معنای این نیستش که در, در مورد بین پدر و مادر و بچه به معنای این نیستش که بی باشی و هیچ اظهار نظری راجع به کارش نکنی و اون رو به اصطلاح راهنمایی و راهنمایی دیگه آره لغتش بهترینش همینه راه رو نشون دادن نباشه اما وقتی میگیم دوست به معنای این هستش که خب اگر یه دوست مثلا شما به من میگی ماه من این کارو بکن اما اگر نکنم ام چیز نمیکنی مشکل, کنی. مشکل برام ایجاد نمیکنی یا مثلا عصبانی میشه داد بکشی سرم یا مثلا ما مادرها اگه بچه‌هامون گوش نکنه اگه فکر بکنیم در به سلام صلاحشون نیستش خودمون که مثلا بچه و این نوع به این معنا دوستی نیستش نظرتو بگو اما گویی که بی تفاوتی گویی که خونسا هستی گویی که یور و بذاری که کارشون انجام بشه همه چی رو به راه هستش و بذاری که شما نظرتون چی هست به این جور برخورد به نظر من دوستی خوبه برای همین گفتم گاهی هست که ما باید به با عنوان دوست باهاشون باشیم مم. گاهی هست که به عنوان یه پدر مادر باید باشیم چون بچه‌ها در اون سنی که هست هنوز مغزشون تا 23 4 سالگی هنوز واقعا رشد کامل رو نکرده هنوز آه اون اه نمیتونن تصمیم گیری درست رو انجام بدن برای همین ما هستیم ما میخوایم راز با هم بحث و گفتگو بکنیم بهترین راهی که به نفع اونها هست به عنوان یک پدر ما به عنوان یک بزرگسال به عنوان فردی که براشون بهترین رو میخواد مطمئنا گاهی اونها راضی نخواهند بود گاهی هم ما نخواهیم راضی از اون کارایی که می ولی در کل تصمیم گیری اصلی رو باید پدر و مادر انجام بدن به نظر من و تا تا چه حدود تا تو وقتی که دیگه وقتی خب حتی دوران نوجوانی هم معمولا پدر و مادر باید تصمیم رو بگیرن بعد دیگه آروم آروم که میاد البته تو قبل شریک باید باشن ما میگیم از 11 تا 12 سالگی بچه ها رو باید شریک در تصمیم گیری بکنیم ولی نه اینکه مسئولیت ولی نه اینکه دیکتاتور باشیم و بگیم فقط نظر من ولی مثل صحبت که الان کردم با هم صحبت کردیم گفتیم خب حالا اگه دو هفته بهتون وقت بدیم چی چی فکر میکنید بعد از دو هفته اگه دوست نداشتید باشه مساله نر، باشه نرمک مسئولیت رو واگذار بله. کنیم به بچه ها بله. هم دکتر اجازه بدیم من اینجا پرانتزی باز بکنم در میانه تقریبا در میانه صحبتمون با دکتر آذر اتسامی پور کینگ هستیم که رشته گفتگوی یا گفتگوی هفتگی رو در مورد روانشناسی مغز و اعصاب با ایشون داشتیم سی و رامین بخش هست و به احتمال زیاد بخش پایانی یا بخش بدرود من از این استودیو احتمالا یا فعلا با خانم دکتر آذر اتسامی پور با ما بمانید موضوع رو ادامه میدیم دکتر جان مایل هستین در فرصتی که داریم یک مروری کنیم بر آنچه ما طی این سی و چهار قسمت صحبت رو کردیم و شما زحمت کشیدین با شنونده ها و بیننده های ما در میان گذاشتید خواهش چه چیزایی یادتون هست کمی سخته که سخت هست خیلی چون به خصوص گفتین که چون داریم بد قسمت بدروت هست کمی فکرها رو جمع کردن کمی مشکل هست آدم عادت میکنه دوست داشتم اون در, در خدمت شما بودم بینندگان عزیز بودم این مقدار خب مشکل هستش ولی امیدی هست که برای آینده بهترین همیشه هر وقت چیزایی که اتفاق میفته همیشه به برای بدی نیست و یک در بسته میشه درهای زیادی میتونه برای آدما باز بشه و خیلی خوب ماندن همیشه بهترین خبر نیست ما نسل مهاجریم این جمله بودش که من به هر حال از خودم نقل قول میکنم مثل علما روی صفحه فیسبوک هم نوشتم برای اینکه واقعا حس میکنم که هر بار که یه تغییر تحولی تو زندگی اتفاق افتاده بهتر نشده برام همیشه. حالا تا ببینیم چی پیش میاد به خصوص دیگه همیشه به پیش جلو رفتن برای انسان ها خیلی خوب بهتر هستش مم. و زندگی همینه هر روز و هر ثانیه اش اگه نگاه کنید شما برگردید به چند ثانیه قبل زندگی تو مطمئنا تغییر و تحولاتی رو میبینید اگر نبینید بعد علامت سوالی باید نمیشنی. داشته باشه نمیشنی. که نمیشنی. چه اتفاقی افتاد در هر صورت در این مدت چندی ماهی که در خدمت شما بودم از دوست داشتم سعی کردم که روانشناسی رو در کل به بینندگان عزیزمون بشناسونم روانشناسی اون چیزی که خیلی از مردم فکرشو میکنن نیستش روانشناسی فقط در ارتباط با بیماران روانی نیستش و اون حالت به حساب لکه ننگ باری که افراد فکر میکرد با یک روانشناس بریم صحبت بکنیم چقدر بد هست چون بیماری های روانی خب مطمئنا در بسیاری از موارد ما ظاهر کمتر میبینیم و بیشتر در ارتباط با روح و روان ما هستش و امیدوار بودم که بتونیم جایگاهی رو که روانشناسی داره واقعا در جامعه خودمون به خصوص در جامعه خودمون پیدا بکنه و ایران, ایران هستش پیدا بکنه و روانشناسی رشته متفاوتی داره کارهای متفاوتی رو میتونه انجام بده که صحبتش رو کردیم روانشناسی ورزش داریم روانشناسی کودک داریم روانشناسی خانواده هست روانشناسی ازدواج هست روانشناسی جنسیت هستش و روانشناسی های متفاوت بالینی هست روانشناسی مغز و اعصاب هست که من تفاوت تخصصم رو توش گرفتم روانشناسی تجربی و همه اینها و اگر که واقعا تو این مدت چند ماهی که دقت بکنین روانشناسی همه جا هست و ما وقتی که درس میدیم روانشناسی رو هر مطلبی رو که میگیم براش یک مثال در مورد زندگی روزمره خودمون میتونیم داشته باشیم چند جلسه راجع به حافظه صحبت کردیم که یکی از های تز شما هم هستش راجع به حافظه و آیکیو و هوش و اینها صحبت کردیم که خیلی همش برای خود من آموزنده بود کاش میکنم البته خب حافظه یه مسئله خیلی جالبی هست چون ماها تو این دو قرن جدید قرن 21 اینقدر مسائل متفاوتی داریم مم. که این مغز ما باید همینجور همه این مسائل و حافظمون همه این مسائل رو بتونه جمع جور بکنه مم. و برای همین تحقیقات زیادی در مورد حافظه شده که حافظه کوتاه مدت داریم بلند مدت داریم حافظه حسی داریم در مورد همینطور بیماری هایی که در ارتباط با حافظه هستش که بیماری آلزایمر صحبت کردیم در مورد دمنس یا صحبت کردیم که متاسفانه تعداد زیادی افراد این بیماری ها به عنوان بیماری های متعلق متعلق به افراد مسن بودن ولی متاسفانه در این قرن جدید ما افراد با سن های پایین رو هم میبینیم که مبتلا میشن برای همین این خب در این مورد صحبت کردیم در مورد نجات پرستی مقدار و تبعیض ها صحبت شد در مورد روانشناسی جامعه شناسی که چطور بعضی از افراد هستند که میتونن که از بقیه افراد به به اونا دستور بدن از از بعضی به حساب پیروی بکنن چرا این کار رو میکنیم چطور یه سری از افرادی هستن که به شما میخوای بری یه ماشین بخری ماشین کوچولو با یه قیمت کم میری توی یه و حساب معاملات ماشین بعد با یه ماشین بزرگ با یه پول خیلی خیلی کلونی که دادید میان بیرو <تصفح> چه اتفاقی میفته چه جور روانشناسی چه جور این افراد بلد هستن <تصفح> که ارتباط چون ما اینجا تمرین میدن به تمام افراد با اون شغلای متفاوتی که دارن و از جمله فروش هست در قسمت فروش هستش و به این ترتیب مسائل متفاوتی تو روانشناسی جامعه شناسی هست که واقعا اینقدر زیبا هست اینقدر جالب هست و شما فکر بکنید هر کاری که ماها میکنیم میتونه که روانشناس پشتش باشه تجزیه و تحلیل بکنه نه اینکه ما همه روانشناسا هر کاری رو که همه انجام میدن تجزیه و تحلیل دانش درسه. روانشناسی ولی در کل دانش روانشناسی هست اهمیت این علم رو نشون میده که به هر حال در هر قدم و هر حرکتی از زندگی روزمرمون این دانش این علم میتونه کمک کننده باشه مفید باشه هر چقدر بیشتر راجع بهش بدونیم در رشته های مختلف در شاخه های مختلف این دانش دانشگاهی میتونه مفاید باشه در زندگی روزمرمون ما تو در مورد استرس صحبت کردیم زندگی خیلی شلوغی که همه ما دارن تاثیراتی که میدونه روی جسم نه تنها روی روحمون داشته باشه و روی جسم ماها داشته باشه تا سرطان و چطور استرس و سرطان با هم ارتباط دارن استراب دارن و همینطور بیماری های قلبی صحبت کردیم انگیزه رو صحبت کردیم راجب شادی خیلی مفیده. از و خنده و اینکه شادی و خنده بر هر درد درمان درمان دواست مفصل راجع به شادی و خنده ف... س... واقعا الان ب... به خاطر اینکه آخرین برنامه هست دوست دارم بازم به هموطنان عزیز بینندگان عزیزم همیشه توصیه رو بکنم خنده رو فراموش نکنید خنده بسیار خوب هست همونجور که شما تشنتون میشه آب میخورید گاهی ماها قرص میخوریم غذا میخوریم خنده رو فراموش نکنید سعی بکنید و آروم آروم سعی که آدم بکنه عادت میکنه و حتی من خودم با اینکه بعض وقت واقعا زندگی شلوغ دارم میدوام میرم میام خسته میشم واقعا و عصبانی میشم با سه تا بچه هستن هر کدومشون هم یه, یه طوری هستن دو تا دو هستن ماشده. که بهتون نمیگم جلده. که ماشاءالله چقدر فعال هستن <تصحیح> و بعضی وقتا واقعا میگم که اصلا حوصله خندیدن ندارم ولی چند لحظه میشنم میگم نه خنده خوب هستش و سعیم رو میکنم که این خنده رو داشت یعنی واقعا من اخمشو میتونم 4 5 دقیقه بیشتر بیشتر از این دیگه برا من امکان پذیر نیست ولی این, هست که یادگیریه ولی. خب شخصیت افراد هم هست اما تمرین هم تاثیر میذاره مسلما حتی اگر بگم فرض بکنید من ماه تا حالا آدم ابوسی بودم تو زندگی بعد اخلاق و ولی خب میتونم از وقتی متوجه شدم که خنده چیز خوبی هست مفید هستش میتونم تمرین کنم شروع کنم امتحان کنم ببینم آیا ضرر میبینم از قضا من دیروز مامانم یکم فشار خونش رفته بود بالا و من احساس کردم یه کمی همچین نگران میشه و نگران که میشه یه هم روحیهش رو میبازه وقتی فشار خونش میره بالا از قضیه من شروع کردم باهاش جوکای وایبری اینترنتی که میاد و اینها شروع کردم چند تا از این جوکار خوندن حالش خوب شد شروع کرد به خندیدنش انگول <سؤال> <ناسی. شمال> شد <صح> <سؤال> خب شکر بعدش گرفتند ریلکس شد ماما. واقعا تاثیر میگذاره حالا <سؤال> از بینندگان عزیز میخوام یه وقتی این اتفاق قندتون بالا میره فشارتون بالا نه اینکه بگم دارو نخورید دارو جای جای خود ولی این روابط خندیدن ها واقعا میتونه مؤثر باشه همیتونه. و مقدار همیتونه. و به سلامتیتون میتونه تاثیر بذاره و خیلی آدم راحت زندگی زندگی غذا بهتر میخوره و خوابش راحت خواهد بود و به همین ترتیب هم دوستی ها رو افزایش میده ارتباطات رو افزایش میده خوش, خوش و خوش مشربی چقدر ارتباطات رو به خوبی پیش میبره ممکنه آدم در یک فضای یک جبر زندگی و سرنوشتی با یکی باشه ولی اون حظ نبره اما اگر خوش روی و خوش اخلاقی و بگو بخند باشه اون رابطه با حلاوت بیشتری پیش میره هم خود آدم لذت میبره هم بقیه افراد و برای همین میخواستم بگم این توی مدت امیدوار هستم که یه تاثیر کوچیکی کتا... در زندگی شما ها تاثیر مثبتی در زندگی شما داشته البته من خیلی سر فامیلا صحبت کردن اونا مثل اینکه سعی کردن اونها هم روش هاشون رو یه مقدار تغییر بدن و در نتیجه امیدوار هستم که بتونن که زندگی رو با به ساب لیوان رو که گفتم همیشه هم میگم قسمت پرش رو نگاه بکن حتی اگر یه مقدار بسیار کمی باشه و همه بدی ها بریزه روی سر آدم بالاخره همین که نعمتی داریم که میتونیم خو... می راه بریم حرکت کنیم ببینیم و بخوریم و صحبت کنیم دوست داشته باشیم فامیل داشته باشیم همین میتونه به عنوان قسمتی باشه که آدم ها خوشحال میکنه و گاهی آدم فکر میکنه واقعا تصور آدم گاهی از خبری یا تحولی یا رویدادی که براش پیش میاد تصورش این هست که ممکنه این بد باشه ناگوار باشه یا واو چی میشه دور از جون البته به جز چیزهای جانی که آدم دور از جون دست بده واقعا بعضی چیزهای دیگه بعدش بهتر از اون چی که آدم فکر میکرد میشه از جمله شاید همین بدرود امروز ما از کجا معلوم که اوزا, اوزا ارتباطی از خبررسانی صدای آمریکا ام... نمیدونم سرنوشت هر کدوم از ماها در گروه رادیو تصویری تماشا اینها بهبود به معنای معنای اون نه الزامن صورت و شکل بیرونی اون بهبود پیدا نکنه صحبتی ها. هم که میکنید شما این هست که وقتی که ما میگیم بهبود این درکی که از خوب یا بد داریم ده بیدن. ده بیدن. نسبی هستش هر فردی ممکنه این روش و این راهی که جلوی شما گذاشته میشه به نظر بعضی ها راه درستی نباشه ولی شما به یک فرد باید بدونید که این فرد این راه راه درستی هست و برای شما خوبی و پیشرفت رو خواهد بچه و چه باردش... حس رضایت بخشی ازش دارید و اینها خب درسته هر حال ما هم مثل شما بینندگان و شنوندگان گرامی مثل شما مهمونای متخصصمون دنبال میکنیم تحولات و خبرهایی که روی سایت صدای آمریکا بیاد تا ببینیم سرنوشت چه بر ما رقم زده حالا اگه اجازه اجزب... در آینده جانم... اگه اجازه بدید حالا من توی مدت البته هنوز خیلی من یه چیز کوچولویی نخواهش من, من واقعا اونقدر ولی یه مقدار <تصفح> یاد گرفتم می‌خوام ببینم که حالا مکه جای شما که نمیتونم جای بزرگان که نمیتونم <تصفح> بشینم ولی <تصفح> <تصفح> حالا می‌خواستم سوال بکنم که اگه اجازه بدید شما بر ما بر بینندگان عزیز دوباره تکرار کنید چه کار کردید یه حالت خلاصه تا حالا خانم ماهمنیر رحیمی چطور ماه رحیمی شدن از کجا شروع شدن به صورت خلاصه خیلی هم وقت نداریم برای همین در دو دقیقه عجب قدیبا میگفتن در منگن قرار دادن من نمیدونم این اصطلاح حالا اینجا هرچی که دوست دارید و خودتون احساس من یک کلم یعنی دو تا کلمه میشه اگه به کلمه واژه حساب بکنیم ماه رهیمی. رحیمی That's تموم همینه عرض به حضورتون که خیلی دکتر من حدود چهار سال تجربه آموزگاری دارم زبان فارسی بعد روزنامه نگاری خوندم البته رشته دانشگاهی من آنچه که دانشگاه تهران و دانشگاه ملی شهید بهشتی بعد از انقلاب زبان و ادبیات فرانسه خوندم بعدش به موازات روزنامه نگاری هم خوندم اینا داخل ایران بود سال هفتاد و سه خورشیدی وارد مطبوعات شدم در داخل ایران خوبه که به نیکی ازشون یاد بکنم اولین آموزگار مطبوعاتی من ماشاءالله شمس بودش از هر بسیار به نام ایران بعد از به حال اون موقع با باز هم به نیکی ازش یاد کنم در حق شناسی و قدردانی با مجله روشن فکری فلسفی کیان آغاز کردم کارم رو با ویراستاری متون فارسی و بعد به هر حال همزمانم که عرض کردم نگاری خوندم و اینها بعد چند روزنامه دیگه هم تجربه داشتم از جمله روزنامه انتخاب اوایل کارش و بعد از اون کامیکیشن یا کامیکیشن فرانسه علوم ارتباطات دانشگاه سوربن قبول شدم و با ویزای دانشجویی رفتم پاریس و اونجا شروع کردم به درس خوندن در این رشته علوم ارتباطات و بعدش سال 2002، دو, دو دقیقا اول 2002 بود در پراگ چک ریپابلیک آر اف رادیو رادیو لیبرتی رادیو اروپای آزاد که بخشی از بی بی جی یعنی سازمان همین اداره همین سازمان ناظر بر همین صدای آمریکا هم هست یعنی صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد دو بخش از دو تا از بخش های تحت نظارت این سازمان هستن بی بی جی که سازمان آمریکایی هستش اونجا شروع کردم به کار کردن و 2005 می 2005 من دیگه مهاجرت کردم به ایالات متحده ای آمریکا و آم پنج سالی هم هستش که سیتیزن یا شهروند امریکا شدم و یعنی بیش از ده ساله که مقیم امریکا هستم و و دو سال دانشگاه مریلند باز روی زبان فارسی یک بخش تحقیقاتی بود اونجا مشغول بودم یه پروژه بود پروژه تحقیقاتی در حقیقت آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان ها و بعد از 2008 تا حالا هم از مارچ 2008 تا حالا هم به طور مستمر در صدای آمریکا بودم و همزمان چند تا رسانه دیگه هم هم نوشتم هم مطالب رادیویی بازم سریالی من خیلی علاقه دارم به کارهای سریالی و هفتگی اونجا داشتم از جمله رادیو زمانه و به همین ترتیب به هر حال اگه بخوام جمع ببندم به طور حالا چند جا منقطع شد اما 22 سال تقریبا سابقه روزنامه نگاری دارم ژورنالیسم به به طور کلی حالا رادیو تلویزیون یا روزنامه ها نوشته مجله و اینها و بله در خدمتون همش. هستم واقعا خوشحال هستم فقط ایت... دختر مامان بابام هستم ان همیش. <تصفح> که همیشه سلامت و موفق باشین <تصفح> واقعا خیلی من که افتخار می کنم که در خدمت شما هستم و واقعا متاسف هستم نمیدونم تصمیم گیرندگان چه تصمیمی گرفتن و ولی خب رامش دارم به من میگن خدافظی کنیم ولی باور کنید که من دنبال فرصتی بودم که حقیقتا اینو از صمیم جان میگم دنبال فرصتی بودم که روزی پیش بیاد من بتونم از مادر 85 ساله خودم پرستاری کنم برای همین الان فکر کنم این گما این امکانش باشه که من ضمن این که الان درم حقوق میخونم درس میخونم ضمن بتونم تو خونه با مادرم کمی خلوت داشته باشم امیدوارم هر دیگه ک... وقت امیدوارم که هرچی هست خیر و صلاح باشه متشکرم. خوشحال بودم در خدمت شما بینندگان عزیزمون بودم واقعا حیف برنامه ولی به امید آینده بهتر بدرود سپاسگزار از طبعه. همراهی شما خانم دکتر در این 34 قسمت از برنامه و از شما هم متشکریم که تاکنون با ما بودید وعده ما با شما هر روز از ساعت 6 تا هفت صبح به وقت تهران همراه با اخبار جهان گزارش گوناگون و تازه های دنیای ورزش از صدای آمریکا در واشنگتن بسیار خوب به پایان این بخش از برنامه و برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا میرسیم اما قبل از رفتن میخواستم به ویژه از شما شنوندگان و بینندگان گرامی محترم و وفادار صدای آمریکا رادیو تماشا تشکر کنم سپاس کنم از طرف خودم از طرف همکارانم که البته آقای رامش و آقای بهادر به نوبه خودشون وقتی که میزبان هستن حتما با شما سخنها دارند اما من در جایگاه یکی از میزبانان این برنامه که یکی از برنامه های هفتش ساعت برنامه زندگی صدای به بخش فارسی بود ازتون سپاسگزاری کنم مجددا دوباره به خصوص اونهایی که ایمیل زدن فیسبوک پیغام گذاشتن ایمیل های بسیار دلگرم کننده و این روی فیسبوک هم همینطور در پیغام ها و زیر برنامه ها, ها خیلی خیلی متشکرم اگر شما نبودید این همه ما هم دلگرم نبودیم شاید وقتی دیگر جایی دیگر در برنامه دیگر یا رسانه دیگر یا به هر حال واقعیت اینه که من هم احتیاج به کمی استراحت و رسیدگی به زندگی شخصی رو دارم فعلا باهاتون بدرود میگم تا به و نمیدونم از کجا